روز یکشنبه همزمان با برگزاری همه‌پرسی در سوریه چندین منطقه در این کشور زیر آماج بمباران قرار گرفت که دست کم 50 کشته بر جای گذاشت. این در حالی است که نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه اعلام بر یافتن راه حلی برای خروج خبرنگاران بریتانیایی و فرانسوی مجروح از شهر هومس کرد. ادیت بووی روزنامه‌نگار فرانسوی و پل کنروی عکاس بریتانیایی که چهارشنبه در پی بمباران شهر هومس زخمی شده بودند، هنوز در این شهر محاصره شده توسط نیروهای بشار اسد گرفتارند. مخالفان رژیم سوریه با برگزاری یک همه‌پرسی سوری و قرار دادن صندوق رأی رفراندوم حکومت را مضحکه خود قرار دادند. با اینکه این همه‌پرسی از سوی مخالفان رژیم اسد مورد تحریم قرار گرفته است، تلویزیون دولتی این کشور با پخش تصاویری از حوزه‌های رأی‌گیری از حضور گسترده مردم خبر داد. در چارچوب قانون اساسی جدید، انتخابات چند حزبی مجلس ظرف 3 ماه آینده در سوریه برگزار می‌شود.